با درود خدمت یکایک که شما هموطنان عزیز در سراسر جهان، امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت و پاینده و برقرار باشید. برنامه امروز یا امشب من برنامه‌ای است که تقدیم میشه به طرفدارانی که از هنرمندی یاد میکنند، حمایت میکنند و طرفداری میکنند، از این نظر که یک هنرمند قطعا مرام کاریش میتونه برای خودش طرفدارانی رو به همراه بیاره. هنرمندی که شاید سالها و سالها پرونده و یا کارنامه هنری نداشته باشه، اما باور کنید یک هنرمند شاید چندین و چند سال کارنامه‌ای داشته باشه و یک هنرمند دیگری کارنامه‌ای بسیار کوتاه و زمان بسیار کمتری میتونه بسیار مثمر ثمرتر و فعالتر از هنرمندی باشه در جامعه که سالها در جامعه هنری حضور داشته. برای من امروز با شاهکار بینش‌پژوه هست. من اصطلاحی دارم برای شاهکار بینش‌پژوه. او رو همیشه میگم شاهکار بینش‌پژوه. چرا که وقتی که نگاه به کارنامه کاری اون میکنیم میبینیم که هنرمندی است که برای احترام به مردم، برای پیشبرد مکتب و فرهنگ موسیقی در خارج از کشور بسیار کوشا بوده. کارهایی که کرده، هر کدوم از این کارها نمونه بارزی است از یک هنرمندی که چقدر به طرفدارانش، به مردمش احترام گذاشته و احترام می‌گذاره. یادم هست چند سال قبل بود، تقریبا به تازگی تلویزیون 24 ساعته امید ایران آغاز به کار کرده بود. یک روز وارد استودیو شدم و دیدم از شبکه امید ایران یک میوزیک ویدیویی داره پخش میشه که یک خواننده‌ای داره میخونه که من اصلا نمیشناسمش. یک جوان خوشتیپ، خوش صدا، با اکتینگ بسیار ماهرانه، چون خوانندگی پرفورم باید بکنی، باید رفتارت، حرکاتت بیننده رو به خودش جذب بکنه. و دیدم که این جوان ما آمده یه کار خیلی استثنایی داره میکنه و داره میوزیک ویدیویی که تهیه کرده پخش میشه و منی که این کار هستم میگم او مای گاد، چقدر خرج کرده، چقدر توجه به کارش داشته، چقدر نکته بین بوده در کاتایی که در این میوزیک ویدیو هستش و در خوانندگیش. گفتم این چیه؟ و پرسان متوجه شدم که شاهکار بینش‌پژوه است. بلافاصله رفتم به اتاق فرمان و گفتم که هر میوزیک ویدیویی که از شاهکار برای شما فرستاده میشه حتما پخشش بکنید، چون بعضی از میوزیک ویدیوها رو من اجازه پخش نمیدم به دلایل بسیاری. و هیچ آشنایی هم با شاهکار بینش‌پژوه نداشتم، اما عاشق کارهاش شدم. میوزیک بعدی اومد، میوزیک ویدیو بعد اومد، گفتم خدایا دوست دارم این جوانو من ببینمش و بگم دمت گرم، واقعا زحمت داره میکشی و یه روزی این زحمت و این کار و این اهمیت ها حتما یه جوری خودش رو نشون خواهد داد برای طرفدارانت و برای مردمی که عاشق موسیقی ایران هستند. و بدین ترتیب شاهکار بینش‌پژوه شد شاهکار بینش‌پژوهی که بسیاری از مردم امروز طرفدارش هستن. در این رابطه با شما میخوام صحبت بکنم.
مسئله این است که یه هنرمند باید به طرفدارانش احترام بذاره، باید به هنرش احترام بذاره، باید به مردم احترام بذاره و حتی اگر به درجه سوپرستاری هم رسید نباید مردم رو فراموش کنه. اون چیزی که ما از سوپرستارامون دیدیم در طول این چند سال بیشتر به فکر خودشون بودن. یک هنرمندی که داره چندین ده هزار دلار داره میگیره، هنرمندی که داره هزاران و هزاران دلار دستمزد میگیره که بیاد روی صحنه، باید یک مقدار به مردم اهمیت بده. هنوز که هنوز ما میبینیم که سوپرستارای ما ابتدا با 4-5 نفر میومدن روی صحنه و میوزیشنی که موسیقی دانی که به هر حال باید بهش توجه بشه، باید سفره براش باز بشه از یک طرف، و از یک طرف هم مردم باید بهشون احترام گذاشته بشه. نباید با چندین و چند میوزیشن به روی استیج آمد و برنامه اجرا کرد و بقیه پولو تو جیب خودمون بذاریم و بگیم الهی من فداتون بشم، الهی من قربونتون برم. نه، اون کاری که شاهکار بینش پژو کرد یک جهش بزرگی رو در نحوه کنسرت گذاری در تمامی شهرهای دنیا برای جامعه ایرانی به وجود آورد. یعنی چشم مردم رو چنان به صحنه عادت داد که امروزه وقتی یه خواننده میره و یه سوپرستار حتی میره که برنامه اجرا میکنه و پشتش اون گروه و اون میوزیشن ها نیستند، چشم اذیت میکنه، صحنه فقیر میشه و این دیوار بتونی رو شاهکار بینش پژو بود که شکوند، از بین برد. و این در راستای یک احترام خاص و بزرگی است که یه هنرمند به مردمش میگذاره، به کسانی که میتونن روی صحنه بیان و این ترانه رو بنوازند. اونجاست که یک هنرمند پاداشش رو از مردم میگیره، اونجاست که یک هنرمند در مدت کوتاهی طرفداران بسیاری رو برای خودش و به طرف خودش جلب میکنه و اونجاست که شرافت کاری و معرفت یک هنرمند این چنین به چشم میخوره. ای وطن، نامت شکوه آمیز و والا و سترگ، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ، کوروشت بر قلبها هموار رهبر بود و هست، حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان، آرشت از 10,000 آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر 100,000 بار سر، رخش و شبدیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستمی، باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران هر آن کس
خانه ویران خواهدت. دست اهریمن ز دریا و خلیجت دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت کور باد. یک هنرمند چون شاهکار شاهکار بینش پژو توانست نشون بده که میتونه یک خواننده بسیار قوی روی صحنه باشه. هستند بسیاری از خواننده های ما که صدای خوبی دارن، اما به هنگام اجرای برنامه‌شون در کنسرت ها نمیتونن اون رابطه رو با تماشاگری که اونجا نشسته به وجود بیارن. نیاز به تمرین دارن، سال هم تمرین کردن ولی باز هم در وجودشون نیست. خواننده خوبی هن، صدای خوبی دارن، ترانه های بسیار خوبی رو هم اجرا کردن، ولی این رابطه ای که یک هنرمند، یک خواننده باید با تماشاگری که آمده و در اون پایین داره نگاهش میکنه، باید این ارتباط برقرار بشه و هر خواننده‌ای نمیتونه این کارو بکنه. اما شاهکار بینش پژو این چنین نشان داد که میتواند به عنوان یک خواننده، یک هنرمندی که صحنه گردان باشه، در کنسرت ها بتونه این توانایی رو داشته باشه، خودش رو نشون بده و بدین صورت مردم رو به وجد بیاره که با او همسر. عجب ترانه از اون ترانه های عاشقانه است که خیلی من گوش میدم. خب و بدین سان شاهکار شاهکار بینش پژو به لس آنجلس میاد و کارنامه‌ای برای خودش درست میکنه که در ردیف هنرمندان بین المللی جهان قرار میگیره. وقتی که آندره بوچلی میاد بر روی یک استیج در کنار شاهکار بینش پژو میسته، دلیل بر
تأیید نمره 20 است که شاهکار بینش پژو توانست در دوران فعالیت خودش از مردم و از کارش بگیره که امروز چنین مهری رو یک هنرمند بین المللی چون آندره بوچلی این رو تأیید کنه و امضایی خواهد بود برای جامعه ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور به عنوان یک افتخاری که خوانندگان ما این توانایی رو دارن که این چنین خودشون رو به جهانیان به هالیوود نشون بدن تا بتونن افتخاری باشن برای ملت ایران. بله، این افتخاری است برای کارنامه موسیقی ایران در خارج از کشور. اینجاست که موسیقی خارج از کشور ما این توانایی رو پیدا میکنه که به رخ بکشه با تمامی محدودیت ها، با تمامی مشکلاتی که به عنوان برحال یک موسیقی در بند در خارج از کشور داره فعالیت میکنه، این چنین برای خودش کارنامه بسازه. و همونطور که گفتم شاهکار بینش پژو توانست در ارائه کارهایی که بر روی صحنه و در آلبوم‌های خود داره نشون بده که میتونه با مردم باشه و مردم این چنین و بدین سان و بدین ترتیب و بدین طریق او رو حمایت میکنه. توانایی یک خواننده به چشم میخوره، پرفورم کردنش، اجرایش، صداش. یک خواننده وقتی روی صحنه میره اونجا کارگردان خودش، یعنی باید قدرت کارگردانی داشته باشه. من در یک همچنین جاهای مایکروسافت، یک مکانی است که مکان جایگاه سلاطین جهان هست، در اونجا هر کسی نمیتونه برنامه اجرا بکنه. کسانی که اجازه بهشون داده میشه که بیان روی صحنه باید کارنامه خطیری برای خودشون داشته باشن، باید مورد تایید باشن و نمره بسیار بالایی در ارتباط با کارشون گرفته باشن. و شاهکار بینش پژو، شاهکار بینش پژو توانست چنین نمره ای رو بگیره، راه باز کنه برای خودش در جایگاهی که سلاطین جهان اونجا برنامه اجرا میکنن و حضور مردم و تایید مردم توانست بار دیگر کار بزرگی باشه، کار ارزندهی باشه از جامعه ایرانی در قربت. وقتی که یک خوانندگی این چنین طرفدارانش رو و تماشاگرانش رو به وجد میاره و وقتی که مردم به این صورت در چنین سالانی حضور پیدا میکنن، اونجا در مقابل خارجی ها ما یک ارزش والایی پیدا میکنیم. اونجاست که خارجی ها به ما احترام بیشتری میگذارن، نه تنها در آمریکا، در هر جایی از دنیا وقتی چنین سالن هایی رو در اختیار خوانندگان ما قرار میدن و وقتی که انبوی از تماشاگران در اونجا شرکت میکنن و حضور پیدا میکنن، اونجاست که دیگه ما یه نمره دیگه رو میتونیم برای خودمون بگیریم. اونجاست که ما میتونیم به خودمون ببالیم که ما جامعه ایرانی در خارج از کشور این چنین در کنار یکدیگر ایستاده ایم و این چنین حمایت کردیم از هنرمندانمون که بتونیم نمره بسیار بالایی رو در
مقابل خارجی ها داشته باشیم. و الحق، الحق شاهکار بینش پژو با ساختن میوزیک ویدیوهای بسیار بسیار حرفه‌ای که الان میبینیم و حضور شما مردم، توانست این باغ و بوستان رو رنگ دیگری به خودش بده و گلهای معطر و زیبایی رو برای الوان این باغ به نمایش بگذارد. بو در بدن رو راست میکنه این ویدیو، چقدر قشنگ، چقدر زیبا، چقدر یادی از یک هنرمند گرانمایه چون فریدون فرخزاد و احترام به او گذاشتن و چنین ویدیوی پرخرجی رو ساختن. اینا همون شرافت کاریه، همون احترامه. شاهکار بینش پژوه میتونست برای یکی از ترانه هایی که خودش ساخته بود، میدونین که بسیار از ترانه های، یا فکر کنم همه ترانه هایی که شما میشنوید اشعارش با خود شاهکار هستش و حتی گویا ملودی هم با او هست. اینها شرافت کاری، اینا احترامه. درست مثل یک هنرمندی که مثل حلقه های زنجیر خودش رو وابسته بتونه، و همینطور هم هست. به هر حال شاهکار بینش پژوه در تاریخ 30 نوامبر در مایکروسافت تئاتر بار دیگر چون خورشیدی می درخشد. به واقع خورشیدی است که می درخشد. وقتی که شاهکار بینش پژوه رو با بیش از 200 نفر نوازنده و گروه کور در کنار او می بینید و به اجرای کارهای قشنگ و زیباش میپردازه، اونجاست که هر کسی به بهشت میاد، اونجاست که هر کسی لذت میبره از حضورش در اونجا و ساعاتی که با او صرف میکنه، و اونجاست که به خودش میباله که ما امروز هنرمند و هنرمندانی داریم که میتونن این چنین خوش بدرخشن. به هر حال فراموش نکنید بینندگان عزیز، در تاریخ 30 نوامبر ما میتوانیم بار دیگر به اتفاق همدیگر، تا دست به اتفاق بر هم نزنیم، پاییز نشاط بر سر غم نزنیم، خیزیم و دمی زنیم تا صبح سحر، که این صبح بسی دمد که ما دم نزنیم. اینجاست که ما باید دمی زنیم، اینجاست که ما باید دست به اتفاق با هم بزنیم و مشوق هنرمندی باشیم که این چنین به موسیقی ایران، به ما و به خودش و به مرام ایرانی و تاریخ ایرانی این چنین احترام میگذاره. و 30 نوامبر بار دیگر یکی دیگر از آن شبهایی است که شاهکار بینش پژوه برای ما خواهد ساخت. خب وقتی که راجع به چنین شبهایی صحبت میشه، وقتی که راجع به زحمات هنرمندی این جنتلمن صحبت میشه و یاد میشه، اونجاست که باید نفسی بکشیم و بگیم خدای من، اگرچه ترک وطن کردیم، ولی باز هم در این غربت هنرمندانی هستند که این چنین شگفتی می‌آورند. خب میوزیک ویدیو نداریم پخش کنیم؟ بفرمایید. Yeah.
تو مهر میکشی بالا به اسم دین و به اسم الله، اون نماز و روزه قلبت بزنه تو کمر ایشالله. ای 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 مشکی ماشالله، یاری گرفتی روزه میخونی با صدای شبیه به کلاغا، حالا ماشین زده گله داری، حالا دیگه شدی حضرت آقا. آب و برق مجانی تو راهه، خرگیرا بردی ملت و والا دلی توبونشو میدی مشتی ماشالله. تو مسئله مسترا پای چپ رو بذاری یا پای راست، ما گفتیم مرگ بر شاه و حقمونه، آره مشتی از ماست که بر ما. بعد ما 30 نوامبر در مایکروسافت تیتر در دانتان لس آنجلس بار دیگر شگفتی خواهد بود با حضور یک هنرمند چون شاهکار بینش پژو و ما مردمی که طرفدار هنر موسیقی هستیم، اما از همه مهمتر طرفدار یک کار خوب و متفاوت. برقرار باشید، 30 نوامبر با یکدیگر در کناره. جنتلمن موسیقی ایران، شاهکار بینش پژو، آمریکا، لس آنجلس، با همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. من اگر باد خورم باد پرستم به تو چه؟ تور جهانی شاهکار موسیقی ایران، شاهکار بینش پژو. دیگه عاشق شدن و ناز کشیدن. آمریکا، لس آنجلس، 30 نوامبر. بیابان بود زمستان بود. در سالن باشکوه مایکروسافت تیتر. عشق تو وسط قلبم. با همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شاهکار.com مراجعه نمایید.